عرض کنم که من بدانم که این چگونه طی مراحل تصمیم گیری چه بوده؟ نه نمیدونم. و من اطلاع دادن که آقای خلخالی با عده همراه او رفتن به حضرت عبدالعظیم برای تخریب بنای مقبره رضا شاه. خب من گفتم به این که ایشون نه سمتی دارد دولتی، نه تصمیمی گرفته شده رسمی، و نه اینکه انقلاب برای این انجام شد که ما ادامه بدیم یک سنت نادرست ناقض فرهنگ و دین ما، پس باید جلوش گرفته بشه. معمولین گزارش کردن که ایشون میگوید که از امام اجازه دارد. من به دفتر آقای خمینی زنگ زدم، آقای احمد آقای خمینی رو خواستم بپرسم که این ماجرا چیست. ایشون یک رویه ای داشت در این گونه موارد گم میشد، میگفتن ایشون نمیدونیم کجاست. خب حالا آقای خمینی هم که پای تلفن نمی آمد. بعد هم به گفتم خب به ایشون به آقا بگید که این یعنی چه، این شما گفتید؟ جوابی نیامد. اون مقبره رو خراب کردن. بعد که من آقای خمینی رو دیدم از او پرسیدم این چه، میگفتن که دستور شما بوده، شما این دستور رو دادید و این یک سنت دیرین بسیار زشتی است و این میتونه عواقب داشته باشه، در کشورهای دیگه هم میتونه اشخاصی به این عنوان که ما با این گونه بناها مخالفیم کار رو به تخریب بکشونم. متاسفانه بعدم این واقع شد. ایشون گفت که در حضرت عبدالعظیم جایی کسی که اون بلاها رو سر اسلام و روحانیت آورده چگونه میتونه مقبره داشته باشه اونم با اون بنا. بنابراین برای شما روشنه که با موافقت ایشون انجام گرفته. کی به شما اطلاع دادن که خلخالی رفته و یه عده مقبره رضا شاه رو خراب بکنه؟ ضمناً این نکته ای که فرمودین که خلخالی خلاف قانون این کارو کرد، خلخالی حاکم شهر بود دیگه اون موقع، بر طبق وظیفه‌ای که خمینی بهش داده بود این کارو کرد. همون زمانی که ایشون رفته بود اونجا خیال میکنم هنوزم کار تخریب شروع نکرده بود. اطلاع دادن یک، دو اینکه چونم قاضی کارش اجرای قانونه، قاضی قانونگذار نیست. این یکی از خطهای مهم ذهنیت‌های غلطی است که متاسفانه هموطنان ما رفته تو ذهنشون و این توجه ندارن که مقام قضاوت مقام اجرای قانونه، نه مقام قانون گذاری و مندر آوردی. قانونی وجود نداشت برای تخریب. آرامگاه رضا شاه اردیبهشت 59 تخریب شد. اون موقع چجوری نتونستین، 20 روز هم طول کشید نتونستین جلوشو بگیرین؟ شما رئیس شورای انقلاب بودین، رئیس جمهور هم بودین و همه جا هم نوشته شده. وقتی آدم نشریات اون موقع رو ورق میزنه که بنی صدر به شدت مخالف تخریب آرامگاه بود، آرامگاه رضا شاه پهلوی، چرا شما که رئیس شورای انقلاب بودین نتونستین جلوشو بگیرین؟ ببینید اولا رئیس شورای انقلاب در رئیس قوه قانونگذاری نه رئیس قوه مجریه، پس به عنوان رئیس شورای انقلاب اختیاری من نداشتم. رئیس جمهوری هم طبق اون قانون اساسی اختیاراتی از این نوع نداشت. با این حال مسئله این بود که انسان است و حقوق، اینکه یک بنایی رو تخریب بکنند این باید در یه جای در یه قانونی وجود داشته باشه، همچه اجازه باشه و همچه اجازه وجود نداشت، پس
حق جلوگیری داشتم. خب حالا به کی باید دستور بدم؟ به قوای انتظامی. قوای انتظامی کیا بودن؟ سپاه بود و عرض کنم کمیته ها بودن که اینا اختیارشون با آقای خمینی بود و شهربانی و جاندارمری که اونا هم در اون موقعیت شما میدانید که به این کار توانا نبودند.